فکر میکنی بعد از اینکه ما میمیریم چه اتفاقی واسه ما میفته؟ میدونی تو این دور زمانه پیدا کردن یه آدمی که بتونی در مورد ایده ها باهاش صحبت کنی هی داره سختتر و سختتر میشه، چون بیشتر آدم ها معمولا در مورد اتفاقات آدم های دیگه چیزهای شبیه این با هم صحبت میکنن. ولی مهمون امروز من جناب آقای دکتر فیروز نادری عزیز که لطف کردن بنده هم دعوت کردن خونشون، از اون آدمان که میشه نشست پای صحبتشون و ازشون واقعا چیزهای مختلف یاد گرفت. امیدوارم که این صحبتو که با هم دیگه کردیم دوست داشته باشید. Good morning. سلام جان. Good morning. آقا شما. واسه واسه. خیلی ممنون. به همچنین. قربون شما. از اینکه دعوت منو پذیرفتید سپاسگزارم واقعا ازتون. حتما خوشحال ممنونم. زنده باشید. آیا دوید من باید خونتون شدم؟ اول فکر کنم جای آرت گالریه، واقعا خیلی خونه خوشگلی دارید. من آثار دوستان، اغلب چیزایی که اینجا میبینین کار هنرمندای ایرانی هست، اغلبشون هم توی ایران، خیلی هاشون هم گمنام. اولین سوالی که میخواستم ازتون بپرسم اینه که چه چیزی هست که شبها شما رو بیدار نگه میداره؟ چه موضوعی در مورد دنیا و کهکشان و این چیزا هستش که نمیذاره شبا بخوابید؟ خب این هر کدوم ما توی زندگیمون مسائل مختلفی داریم. بعضی هاش فامیلی هست، بعضی هاش اجتماعی هست، بعضی هاش هم مربوط به شغلتون و کارتون میشه. اما هر ستای اینا بعضی وقتا یکی به یکی غلبه میکنه. من خیلی ناراحت وضع ایران هستم. خیلی دلم میخواست میتونستم بر بگردم، ولی الان به خاطر حرفایی که زدم نمیتونم برگردم. من 40 خورده سال نرفتم. این که وضع ایران. تو همه این جستجوهایی که آخر تو نسا انجام داده و رفتن کهکشان رو دیدن و اینا، هیچ اثری از خدا پیدا شده؟ ما همیشه با یه مقدار سوال شروع میکنیم و بعد یه چیزایی میسازیم که بتونه اون سوالا رو جواب بده و میفرسیم به فضا. هیچ کدوم از سفرهای فضایی ما این نبوده که بریم دنبال خدا بگردیم. مسائل علمی دیگه ای بوده. ولی آیا اتفاقا یه دفعه متوجه شدیم و پس خدایی وجود داره؟ هرچی عظمت رو بیشتر میبینیم مردم میگن که خب نمیشه که این عظمت خدا میخواد. ولی تقریبا هر چیزی که میبینین شما میتونین علمی جوابش بدین که چجوری به وجود اومده. که به حال باز با همون بیگ بنگ، بیگ بنگ میرسه دیگه، درسته؟ به بیگ بنگ رسیده و خب سوال همه اینه که خیلی خب تا اونجاش رفتی. 13 میلیارد سال ما رو بردی عقب و خیلی خب قبول و گفتی کهکشان اینجوری شده. اون چه جوری شروع شده و اونجا که الان علم جوابشو نداره میگن که خب خیلی خب دیگه ما خداست دیگه. لزوما نه. فکر میکنی بعد از اینکه ما میمیریم چه اتفاقی واسه ما میفته؟ خیلی دوست ندارن این سوالو. برای خود منم مشکله. ببینیم موقع که حالا ما سنشون به سن من میرسه، دلشون میخواد ببینن که بعد از این یه چیز دیگه هم هست، ادامه خواهد داشت. اون چی که علم به ما میگه این نیست. ما از ذرات دنیا، از کارهای مولکول‌های
که در دنیا هست به وجود اومدیم، بعدم که میریم همین خواهد بود. حس این که چراغ روشن بوده چراغ خاموشه، حس خوبی نیست برای خیلی ها. ولی متاسفانه خیلی از باورها به خاطر این هست که به خودمون آرامش بدیم. درسته. دلیل حقیقتی دلیلش نمیشه اصلا. اگر که شما بدون درباره اینکه ما اصلا چجوری به وجود اومدیم، اصلا توی کره زمین زندگی چجوری به وجود اومد، کره زمین الان 4.5 میلیارد نزدیک 5 میلیارد عمرشه مثل خورشید، خب از اول که نبود. علم یک مقدارش رو جواب داره، نه همش رو، یک مقدارش رو جواب داره. ولی اون چیزی که الان علم بهش رسیده شما نمیتونین جمع بندی بکنی بگین خیلی خب تا اینجا شد تو گفتی و درست و خیلی خوب درست. از اون به بعدش چون تو نمیتونی جواب بدی، بنابراین من اسم اون رو میذارم خدا. اگر این باشه از 1000 سال پیش ماهیت خدا همینجور عوض شده، به خاطر اینکه علم یه چیزهای بیشتری الان میدونیم که جوابشو داریم. ولی خب اینی که حوا از بغل آدم داستان هست و بله من عقیده دارم که یعنی علم میگه و منم الان به غیر از علم تکیه هم به چیز دیگه ای نیست. به این که موقع که ما رفتیم از جهان اومدیم از و به جهان برمیگردیم. یعنی تقریبا میشه شبیه اون شکلی میشه که قبل از به دنیا اومدنیم یادمون نیست و همون شکلی خواهد بود. من هنوز اون سفر رو نرفتم، نمیدونم. بنابراین ولی بعد من مثل که اتاق روشنه چراغ رو خاموش میکنین اتاق خاموشه. شما یه جای خوندین که اینا من موقع بازنشسته شدم یه استروید به اسم من کردم. بله. اینا یکی از کسایی که توی نرسا بود شبی که من بازنشسته شدم به امداد که مدارای مرکوری و وینوس و زمین و مارز رو نشون میده. اینم استروید از این استرویده که به اسم من هست که درستش کرده که مثلا حالت مال 500 سال پیش باشه، نقاشی 500 سال پیش باشه. و این هنوز هست و داره میچرخه، درسته؟ بله. شما گفتین که بعد از که شما رفتین چی میشه؟ خب من میرم ولی این خواهد بود. بله. تهدیدی میدونید AI رو واسه آدمی؟ هر علمی میشه به خوبی ازش استفاده کرد، میشه به بدی ازش استفاده کرد. موقعی که ما اتمو شکستیم خب خیلی کارهای خوب میشه باهاش کرد، ولی خب با من میشه ساخت باهاش. بنابراین اشکال از تکنولوژی نیست، اشکال از خودمونه که چه کار میکنیم باهاش. ولی خطر بالاخره با این چیزی که هستش، بالاخره همه این شرکت ها به این یه جوری فکر میکنن که چطور میتونن بیشتر پول بسازن دیگه. ولی خب مثلا شما اینترنت رو نگاه کنید، آیا اینترنت خوبه یا بده؟ شما الان توی اینترنت که میرین یه کسی یه شایعه رو راه میندازه، بقیه هم توتیوار دنبالش میرن. خیلی خوب میتونی یه نفر رو بسازی، یه نفر رو بزنی. خب این تقصیر اینترنته. چقدر استفاده های مفید ما از اینترنت داریم میکنیم؟ ولی خب در مقابلش اینا هم هست. نه من فکر میکنم جلوی تکنولوژی رو گرفتن کار غلطیه. این از پس؟ هزار سال شده. یعنی 3-4 داره. شناسنامه داره. همشهری شما آقای حافظ شیرازی یه شعری داره که میگه که آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی.
نسا داره بر اساس این قضیه بالاخره دارن به سمت مریخ میرن و دارن میرن مارس و اینا، کلن گیواب کردی در زمین دارید میرید یه نه شما واقعا 500 سال پیش 600 سال پیش خیلی دور نیست نسبت به 4 میلیاردی که زمین به وجود اومده. ببینین که اروپایی بود، تمدنی داشت، زندگی هم میچرخید، نون آب مردم هم در میمد. اصلا حتما هم اون موقع کسی دلیلی داشت که به اینا میگفت شما سوار کشتی میشین میرین اونور دریا چه خبره اصلا؟ برای چی دارین میرین؟ خب خود اروپا اگه اشکالی هست اروپا رو درستش بکنه، قحطی رو اینجا کم بکنه، بیماری رو اینجا کم بکنه، بلند میشین میرین یه جایی که اصلا نمیدونین که چی هست برای چی. خب رفتن، دلیل که من و شما الان تو آمریکا نشستیم اینه که اونا تصمیم گرفتن برن ببینن چه خبره. البته اینو مقایسه یک به یک نمیخوام بکنم، ولی علم وقتی پیشرفت میکنه که مردم روی انسان روی کنجکاوی خودش بره دنبال چیزایی که الان نمیدونه. من به نظر من تو زندگی خودم میبینم رفتن به مریخ رو که آدمی برسه به اونجا فکر میکنم آره. من حس میزنم که خواهیم رفت، آخر سر هم یک اشتراکی خواهد بود بین دولت و کارهای شخصی، یعنی شرکت‌های شخصی و ممالک مختلف این کار انجام خواهم شد. ایلان ماسک بغیر از که آدم بسیار واقعا شاید نابغه باشه، ولی از اون بازاریابیش خیلی بهتر از یعنی که مدت هاست من که از نسا بودم با هم صحبت کردیم یه وقت قرار بود که تا 2018 4 سال پیش آدم ها توی مریخ باشن و ولی خب اینو میگه و مردم رو اکسایتد نگه میداره که کار خوبیه. من فکر میکنم شاید اواسط 2030 این کار عملی بشه. 15 سال آتیه. این مشتری هست، این یکی از ماهای مشتری هست به اسم یوروپا. اگر قرار باشه الان توی منظومه ما موجود زنده، نه اینجوری حتی میکروسکوپی وجود داشته باشه، توی آبای یوروپا هست. بنابراین یکی از جایی که داریم میریم اینه که بریم به یوروپا اونو نگاه بکنیم. خیلی دکتر اینو خیلی کوتاه میشه دوباره توضیحش بدید؟ هره از دور به نظر میرسه که نقاشیه ولی نیست. نه این عکس حقیقی از فضا هست که من روی استینلس استیل چاپش کردم. این عکس مال زحل هست، ساترن. همجور که بدونین ساترن یه سری رینگ دورش هست که از بالا که نگاه میکنیم مقدار اونا که سنشون باشه میدونن که به صفحه گرامافون میمونه، ولی از بغل که نگاه میکنه فقط یه خط داری میبینی. این عکسی که میبینین از سفینه فزینی گرفته شده که سال 2004 رسید به زحل و انقدر به زحل نزدیکی که قرص خود زحل رو نمیبینیم. این بکراندی که میبینین این زحله و این هم اون رینگ هایی هست که دورش هست که از بغل داری نگاه میکنین. این هم یکی از ماه های زحل هست که البته نتیجه 80 تا ماه داره که به جای که ما یکی داریم اون 80 تا داره که داره. این عکسی هست که نقاشی نیست، عکس حقیقی فضاست. پرسیدم واسه دانشجوهایی که از ایران میان آیا فاندی میشه انجام داد که کسایی که واقعا اکسپشنال هستن؟ یواش یواش داریم یک شکلی به عنوان یک جامعه میگیریم. همه پراکنده بودیم یه مقدارم به خاطر این نظر بدی که نسبت به ایران هست بله. تمام دنیا و اینجا بله. هست مردم خیلی دور هم جمع نشدن و یک جامعه ایرانی متشکل به وجود بیارن ولی هست. من خودم توی یکی دوتا از این مؤسسه های خیریه هستم که هم برای بله. تحصیل بچه ها توی ایران کمک میکنیم بله.
هم برای اسکالارشیپ دادن اینجا کمک میکنه. خستن ولی باید بیشتر از این میبود. چجوری شما میتونین بچه های 6, 7, 8 ساله کلاس اول دوم سوم به اینا خوندن و نوشتن و ریاضی یاد بدین با تبلت های مثل آیپد، شبیه آیپد و سافتویری که ما روش گذاشتیم که بچه ها فکر میکنن دارن بازی میکنن ولی سواد پیدا میکنن و این توی مناطق به خصوص محروم سیستان و بلوچستان که اصلا دیگه روی رادار این حکومت نیست شما میتونین اینا رو با تکنولوژی بهشون آموزش بدین و سواد چیزی هست که واقعا زندگی تو از این خط میندازه به خط دیگه. شما چه شکلی میبینید واقعا آینده ایرانو؟ اصلا گفتگوی دارید بین خود ایرانی های اینجا؟ برنامه چیدید واسه این که اگر این حکومت عوض شد؟ متاسفانه اپوزیسیون اینجا یه دایره زدن، تفنگ دستشون گرفتن، همدیگر رو میزدن. یعنی کافی نیست که شما از یکی خوشت نیاد، شما باید اونجوری که من خوشم نمیاد شما هم خوشتون نیاد، وگرنه تو دشمن منی. و یک چیزی که متاسفانه قرنها توی خون ما رفته اینه که هیچ اتفاقی توی ایران نمیفته مگر که اونا بخوان. حالا اونا رو انگلیس میتونه باشه، شوروی میتونه باشه، آمریکا میتونه باشه، حزب جمهوری خواه میتونه باشه، حزب دموکرات میخواد باشه، کارتر میتونه باشه، بایدن میتونه باشه. تا اونا نخوان نمیشه. و من این اگر عوض نشه توی ایران ما همیشه چشم راه یه ناجی هستیم. حالا اون ناجی یا ته چاه قراره بیاد بیرون یا اینکه آقای ترامپه که میاد ما رو نجات میده. این خصوصیت اگه عوض نشه ایران عوض نمیشه. این حکومت 42 ساله‌ای که توی ایران هست یکی از بزرگترین ضربات تاریخ رو به ایران زده و تا البته بوده وقتایی که شما گفتین که خب این بده اونم بده بیاد حالا فعلا این یکی که کمتر از اون بده انتخاب بکنی، ولی تا از ریشه در نیاد فرق بین این عمامه اون یکی عمامه نیست، همشون یک جورن. ایران یه حکومتی میخواد که بر مایه دین نباشه و دموکراسی باشه، رأی مستقیم مردم انتخاب بکنه که لیدر ایران چی هست، ولی شرایط اول رفتن ایناست و اپوزیسیون به جایی که الان بجنگن به هم دیگه باید متحد بشن برای رفتن اینا. Getting confirmation from the spacecraft that retro rocket ignition has occurred. At this point in time we should be on the ground. Now 6 minutes 37 seconds from atmospheric entry, still awaiting signal that we are on the ground. این ماسه مارز دفعه اولی که این خورد زمین جای درزای اون توی ماسه مارز مونده و بعد این قلط خورد رفت یه جای دیگه، بعد روبره در اومد برگشته این عکس رو گرفته. میدونم که اون داستانش رو زیاد گفتید موقعی که اومده بودید امریکا، دو سه دلار چند دلار بیشتر توی جیبتون نبود و اینا. فکر میکنید که الان با وضع کنونی که امریکا داره فکر میکنید که شدنی هست یک کسی که بخواد بیاد جوان دوباره شروع کنه با همه این هشتگ هایی که میسازن، با همه بالاخره پالیتیکی که وجود داره، هنوز پیشنهادش میکنید این کشور رو به کسی که بخواد بیاد؟ امریکا برای من خیلی خوب بوده. من همیشه میگم که یه شانسیه که آدم توی یه کشور مثل امریکا با این همه opportunities مسیرهای زیاد که جلوتون هست باشین و در ضمن ریشه تون هم باشه توی یک تمدن کهنی مثل ایران. من که خیلی خوشحالم که وابسته به هر دوتا این جامعه و این کشور هستن. بله اگه که
کسی میخواد بیاد آمریکا برای تحصیل و خیلی موقعیت اینجا هست. بله من توصیه میکنم حتما. سپاسگزارم ازتون. خیلی ممنونم واقعا. خیلی ممنونم ازتون.